این کانال های بین المللی رو باز میکنی، لااقل دو تا سه تا این هفته گذشته خبر رو جو ایران داشته. اصلا همه کامل نبوده. تمام این سایت ها بین المللی، تمام بدون استثنا. خب اون خبرهای مهم بوده راجع به مثلا اتحادیه اروپا، راجع به نمیدونم برخورد ها، راجع به اظهار نظر ها، راجع به قضایای هواپیما. روزنامه ها رو باز کردم، یک کلمه انگار نه، من دیروز روزنامه رو باز کردم، شنبه بود دیگه. سیستان و بلوچستان چیکار کنیم که مثلا؟ بعد مثلا خبر حمله به آقای کاروان، آقای رئیس جمهور رو چون اصلا نگفتن فقط حمله شده، دو تا از محافظاش کشته شدن، کشته شدن، رانندش کشته شده. البته میدونی این کار کیه؟ این آمار فقط اینجور داده شده. کاری کی میتونه باشه؟ حدس بزنی. رفسنجانی. یه رو جمهوری اسلامی چاپ کرده. فقط. شرق میزنه فردا. کیهان هم نمیزنه کیهان. نه نه. بعضی خبرها رو فقط جمهوری اسلامی چاپ میکنه. حتی خبری هم که من بعد از بازی ایران و ژاپن بود، کجا بود که ایران رفت جام جهانی، مردم میخوان خیابون شروع کنن، خبر این که توی مرداج یه سری از جوانان توی میدون محسنی تظاهرات کرده بوده همون شب، بعد پرچم انتخابات نرو برده بودن بالا، شعار داده بودن شرکت در انتخابات خیانت خیانت، فقط جمهوری اسلامی چاپ کرد. بله. کوچیک البته اون زیر، حتی کیهان هم نظر، حتی ایران شرق هم نظر. من خود از نمیدونم که از ماشین آویز میشده بودم، یه دونه انتخابات نه هم دستم بود. اوه خوشون فیلمت نگرفتن که تو دل بذارم. این بچه ها خیلی تخسر از این حرف ها انکه از بچه های تندروی مشروط خواه. آخه اون دیوانه ها اصلا رعایت نمی کنن که این عکسایی که از تهران میره لاغل صورت داره. خیلی عجیبه. بهار رو دیدین چقدر نشون میدن؟ نرگس میاد اینجا چپ و راست تو همه عکس ها. نه من اون موقع ناراحت شدم که با هم تو مادر ما میده بودم. من انقدر معطلشون کردم، انقدر معطلشون کردم، 5 دقیقه پیش بهشون گفتم قبل از اینکه بیایم تو، گفتم قرار بود یه ساعت معطل کنم. میگفتم بیاین تو، میومدین میشستین، منتها من خودم احساس ناراحتی میکردم. نه خواهش میکنم، برمونت برم عزیزم. حالا من یه خورمایی برای شما میارم که تا حالا نخوردین. برا این از اصل بوشهر قریب روز اومده از آن کتابی را آورد گذاشت برای افتخار ملت ایران، برای غرور ملت ایران حماسه سرایی کرد و این زبان رو زنده کرد. و بعد چون موقع نوشتار که نبود، مجبور بود برای اینکه به مردم منتقل کنه و یاد بده، خودش رفت تو قهوه خانه ها موقع تو همین اواخر مرکز اجتماعات مردم بود دیگه، شروع کرد شاهنامه خوانی. خودش شروع کرد شاهنامه خوانی که این نقل بشه سینه به سینه، و خب شد خوشبختانه. همونجور که حافظ، همونجور که سعدی میرفتن در محافل و مجالس میشستن و شعر میخوندن، یا خود حضرت مولوی. منطقه سیستم کار فردوسی بر اون نوال بود که حماسی بود. خب آیا سزاواره که به چنین مردی گفت بهش بگم میرزا ابوالقاسم خان نقال؟ آها نه، تو که بیشتر از اون نقالی کردی. یعنی این سیدی صفحاتو که اون موقع سیدی و اینا نبود که، صفحه بود دیگه، کانون پرورش فکری کودکان. خب نقبلی کردی، چیکار کردی؟ شعر خوندی دیگه. خب اونم شعر میخونده دیگه. خب ببینید اینجور حجب کردن، اینجور یا حافظ تیه قرنها سینه به سینه از عوام‌ترین مردم، همونجوری که قرآن، قرآن که میخونه معنیش نمیفهمه تا
چند وقت پیش که ترجمه نبود قرآن، ولی قرآن رو میخوند. خیلی خوب حافظ رو میخوند، هر کس بر استعداد و شعور خودش معنا رو دریافت میکرد. خب این چه لازم بوده که حافظ آدم بیاد ویرگول بذاره، کاما بذاره، نمیدونم نقطه سر خط بذاره، بعد به ادعا کنی که نه به نظر من این کلمه درست نیست، باید این کلمه باشه. کی گفت؟ این همه آدم های بزرگ ادیب باعث تأسف و متأسف. من برای شما چیز بیارم؟ نه دیگه، تو رو خدا با احمد چجوری میتونیم صحبت کنیم؟ گفت مثلا بوجود مزمون برون موفقی یه زن داناییه، نه پشت سرش. دقیقا نتیجه معصومه شفیعی رو ببینید، ببینید اکبر گنجی رو به مرحله ای رسون در دنیا فقط خانم شفیعی. درسته خود، درسته کار خودش، ولی اینجور نمایش دادن و اینجور تبلیغ کردن و اینجور مظلوم نمایی، حالا نمیگیم هم 100% برای خودش، لااقل برای جامعه میشه. گفتن کلن اصلا پروژه احمد کنسل. پس تو چی جوری میگی میخوای بری؟ احمد کنسل شد. خب مسئله رفتن شما چی؟ مال من برقرار بود. خب که بعد الان دیگه ما منتظر تماس این دوستامون هستیم که میان اینجا ببرن. من الان دیگه بهم گفتن دیگه آخرین روزایی که همه کارات انجام داده باش که. خب این موضوع این مصاحبه ها چیه؟ این مصاحبه ها رو من چی مصاحبه رو میکنی؟ این مصاحبه ها از... نمیگم چرا میکنی، میگم که یعنی گرفتار میشم یا بله مثلا بله. نمیدونن من کجا، من زندگی مخفیه. آخه نیستش مخفی. چرا کاملا مخفیه؟ نمیدونی زندگی مخفی؟ من تو فکر میکنی مخفیه. مخفی چیه؟ این ارازل اوباش خیلی احمقن، بسیار احمقن، ولی در این حال بی حیان. در این حال ما که صابونشون به تنمون خورده دیگه، نباید فریب اینو بخوریم. ببین من وقتی اسم تو رو میشنم خوشحال میشم، اما دلم هم میلرزه، میگم خب الان این اسم مطرح میشه، این داره با تلفن حرف میزنه، خب اون کنترل اون تلفن خیلی ساده است. خب یعنی بشنون چیزایی که من دارم میگم، اونی که من دارم شبکه میگم بشنون، ولی بخوان رد و بگیرن. خب بله، اگر بگفتن باشه که خیلی حرفا میشه گفت. درست. البته در اساس هم کار خوبی میکنی که این ریسکو میپذیری. آخه یه چیزی جناب پرزند، یه چیزی ببخشید، انقدر خراب کردن این دوستامون، انقدر خراب کردن که آبرو برامون نمونده. خب برابر این از یه بر احمد بیرونه الان نزدیک یک ساله، هیچ خبری نیست ازش. منوچهر اومده بیرون، منوچهر سه ماه بیرون. راجب مرده ها حرف نزن. میدونی چی میگم؟ اینو میخوام بگم که اینا ماها رو بدنام کردن. یعنی پریروز این آقای مانوک خدا بخشیان که داشت ما صحبت میکرد، مانوک شروع صحبتش چون من از قبل شنیده بودم اینا چه حرفایی دارن میزنن. بله. من یه مصاحبه با نیویورک سان کردم. بله. من رو اون مصاحبه یه مقدار توی رادیو موضع گرفته بودم. تو مصاحبه راجع به این پرسیدن که گفتن چه جوری مبارزه ایران نمیدونم فلان، کی میتونه رهبر بشه؟ گفتم ما دیگه ترجیحاً رهبر نمیخوایم. بله. بعد میخوایم قانون یاد بگیریم که قانون رهبرمون باشه. بله. گفتن خب بالاخره خط مبارزه تو مصاحبه با نیویورک سان، گفتن روزنامه نیویورک سان. بله. دو هفته پیش گفتم فکر می‌کنم یکی از بهترین کسایی چیزهایی که میتونه رهبر ما باشه خون گنجیه. بله. بعد چون گنجی رو نمیذارن از اونجا زنده بیاد بیرون و این به ما یک چیزهایی رو یاد بله. داده. بله. با رفتارش. بعد این رو رادیو صدای ایران مثلا یه مقدار خود مانوک و اینا رو گرفته بودن که چرا گفتی اکبر گنجی رهبره؟ که گفتم من نگفتم اکبر گنجی رهبره. من نمیدونم به شما گفتم یا نه، یه بار از همین زرزرا زیادی میکردم. ببین یه مطلبی رو باید بگم و اینه، دنیا
دنیای علمه، دنیای خرده، دنیای اندیشه است، دنیای تفکره. اون آقا یک خبرنگار درجه پنج ورزشی بوده. وقتی که عطای بهمنش و ایرج روشنزاده این کار رو شروع کردن در رادیو تلویزیون، قبل عطای بهمنش با من در مجله امید ایران اومد، از زندان اومد، توده‌ای بود اومد، من از هم میشناختم اومد، خب روی هم اومد، اولین تفسیر بود اون بود. بعد دوری بود در جهان ورزشی و آقای دکتر صدرالدین الهی و اینا گروه بود. این درجه پنج بود. بعد اون یکی هم که ترکیبش معلوم، نه دانشی، نه علمی، نه خردی، نه تحصیل. آقای میبودی اگه به حرف بزنه، ایشون در سال 1347 در آلمان فوق لیسانس حقوق سیاسی شد. آقای نوریزاده اگه حرف میزنه دیپلمش در بغداد گرفت، چون پدرش اونجا سردفتر بود. تمام این آخوندان مربوط بود، تمام دیپلمش عراق گرفت، اومد تهران. از اون موقعی که عراق بود و من مجله فردوسی چیز می‌نوشتم برای پهلوان، شعر می‌نوشت، گزارش می‌نوشت، اومد رفت دانشگاه تهران، رفت فوق لیسانس ادبیات فارسی شد، بعد رفت لندن دکترای زبان انگلیسی شد. خب این آدم حقه که به همین دلیل مورد مراجعه است از رادیو فرانسه، از رادیو آلمان، از رادیو آمریکا، از هر جا حرفم که میزنه درست درست. بله یا های منوک خدا بخشیان یا آقای ضیاء عطایی، نمیدونم به گفتم یا نه، یه بار مجبور شدم گوشی رو برداشتم گفتم خفشین، گفتم من سیامک پورزند هستم، خفشین ذره زیادی نزنیم که ما نمیدونیم چه اپوزیسیون پلان. اصلا شما کی هستین؟ یه وقت هست که شما مثل آقای اقبالو، مثل خانم ستاره‌ای درخشش، مثل آقای کنگلو میاد گزارش میدین، آقای احمد بارلو میاد با شما میشینه مصاحبه میکنه. بله، نه اینکه خودش بگه که من، ولی تو کی هستی آخه؟ برای همه رو خراب کنی، همه رو آلوده کنی، تهمت بزنی. حالا اون دیوانه های زنجی، اون متک دیوانه ایرانبان که سر جای خوده ایرانبان، پدر خردمند ایران. ببین اینا یه مسائلیه که بایستی کل قضایا، کل مسائل، کل تو چه حد داری راجع به گنجی؟ تو بیا یک ثانیه اون زندان، یک ثانیه، نه یه دقیقه. و خدایش هم گنجی شرافتمندانه زندان کشید، مثل زرافشان نبود که آدم بگه آقا شما تو زندان بودی کمترین ادعای میکرد، اصلا کمترین حرفی میزد، حتی میگفت منو بند سیاسی نبرید، نمیخواست بینه جون یه سری جنگ و جدل هایی هم به آخر از توی اون زندان و مانیفست داد بیرون، بالاخره اون اعتصاب قضا رو کرد. نه نشون داد، اصلا یه خبر اینجا هست افسانه. آخه بنده میمونه با آقای گنجی حسادت کنم. بله من